ولی این که انحلال پارلمان دیده نشده مثبت یا منفی هست یه نکته است. روی کاغذ بله بحث شما درسته و تمرکز قدرت به لحاظ نظری و تئوریک شاید در قانون اساسی مشروطیت کمتر باشه، بچه حقوقی مسئله، ولی بچه حقیقی مسئله و سیر تاریخیش شاید اینطوری نباشه. یعنی من معتقدم که تمرکز قدرت پس از انقلاب کمتر از تمرکز قدرت به ویژه در نیمه دوم یا بعد از سال 1342 حکومت شاه است. شاید سرکوب پس از انقلاب شدیدتر بوده، به اصطلاح فشار به مخالفین بیشتر بوده، اما تمرکز قدرت یعنی اون فاصله‌ای که بین قدرت شاه و بقیه عناصر سیاسی هست با فاصله قدرت حتی بین آقای خمینی و پایین‌ترش چه برسه به آقای خامنه‌ای، این فاصله در حکومت قبل بیشتر هست. یعنی ما همونطوری که آقای واحدی هم مثال زدن می‌بینیم در همون دوران 99 نفر نماینده مجلس علی رغم تمایل آقای خمینی به آقای موسوی رأی منفی میدن. الان آقای خامنه‌ای حرف میزنه ولی ارتفاعش نسبت به بقیه فعالین سیاسی مثلا درون قدرت رو فقط میگیم، آقای هاشمی و برخی از مراجع قوم و حتی به اصطلاح برخی از نمایندگان مجلس و اینها اونقدر فاصله شدید نیست که در دوره گذشته بود. در همین انتخابات آقای لاریجانی، یعنی شما بین علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس تا آقای خامنه‌ای فاصله زیادی نمیبینید؟ نه من علی لاریجانی رو، چرا علی لاریجانی من اصلا بحثم رو پارلمان نیست، بحثم رو ساختار قدرت هست. در همین ببینید در انتخابات رئیس مجلس خبرگان آقای خامنه‌ای ارادش این بود که آقای هاشمی رأی نیاره، ولی 24 نفر رأی مخالف دادن و خارج از پارلمان هم ببینید تکثر قدرت. من این رو ناشی از رشد جامعه ایران و پس‌لرزه‌های انقلاب میدونم، یعنی ضمن اینکه سلطنت در حکومت روحانیت باز تولید شد، پادشاهی در ولایت فقیه باز تولید شد، اما جامعه ایران و جامعه مدنی فشارهایی آورد هم تو قانون اساسی و هم در به اصطلاح ساختار حقیقی قدرت. ما این تکثر رو بیشتر میبینیم. حتی میخوام بگم در جامعه مدنی در عرصه سیاسی هم آزادی مطبوعات الان نسبت مثلا به گذشته بیشتر هست. یعنی ضمن این که من معتقدم سرکوب شدیدتر شده و حتی به اصطلاح فشار به مخالفین بیشتر شده، اما از اون طرف هم حفره ها و شکاف هایی در درون قدرت وجود داره که این کشمکش بینه، یعنی این به اصطلاح شاید ناشی از رشد جامعه ایران هست، روند دموکراتیزاسیون است که خودش رو به حکومت تحمیل میکنه. یه نکته مهمتر هم در نظر بگیریم، ببینید ما یه بار به پارلمان و یا به هر نهاد دیگری یا به هر روند دیگری با نگاه ماکرو نگاه میکنیم، نگاه کلان نگاه میکنیم، یه بار با نگاه میکرو، البته خب نگاه های متوسط هم هست. مردم ایرانی، شهروندان بیشتر با نگاه میکرو نگاه میکنن، روشنفکران عموماً در خارج از کشور خیلی بیشتر چون زندگی روزمره شون درگیر قدرت نیست با نگاه خیلی ماکرو نگاه میکنن. یعنی پارلمان، رئیس جمهور و هر نهاد دیگری رو میخوان ببینن که مثلا در ساختار کلان قدرت و روندهای کلی جامعه چقدر تاثیر داره. انقلاب اساسا پارلمان در هیچگاه در مسائل مهم کشور، جنگ، گروگانگیری، ماجرای هستی، مسائل سیاست خارجی اساسا خارج از پارلمان تصمیم گیری شده. ولی از این سطح کلان یه پله پایین تر بیاییم در امور متوسط و خرد، پارلمان به هر حال نقش داره، دولت به هر حال نقش داره. من دولت رو، قدرتش رو در تصمیم گیری ها و تأثیر گذاری رو زندگی روزمره مردم البته بیشتر از پارلمان میدونم، ولی اینطوری نیست. ببینید جنبش سیاسی انقلابی که چندین دهه در ایران حاکم بوده، این گفتار حالا به یه جنبش مطالبه محور میرسه. جنبش زنان خب در ایران شاید در بین جنبش های مختلف جنبشی است که نیروهای مستقل در اون دسته بالا رو دارن، اما همین ها هم مطالبه محور میشن، به کمیسیون های مجلس میرن، سعی میکنن که زندگی روزمره رو صرفاً گره نزنن به مسائل کلان. یعنی من این رو یک تجربه تاریخی در روند مبارزات در ایران میدونم.
قبل از انقلاب همه چی موکول و معطوف به این بود که تا حکومت شاه نرود ما هیچ مطالبه ای نداریم. ولی الان مطالبات درجه بندی میشه دیگه، ترافیک و اینا همه به اصطلاح رد پایی در سیاست دارن، اما مردم نمیتوانن، مردمی که در داخل کشور زندگی میکنن تجربه انتخاباتیشون نشون میده که به هر حال زندگی روزمرهشون تحت تاثیر دولت هست، تحت تاثیر مجلس هست. پارلمان هیچ موقع در ایران در رأس امور نبوده، اما پارلمان دولت تعیین میکنه در استیضاح و سرکار آوردن وزرا. ببین از سطح کلان بیایم تو متوسط نقش داره.